ویدیویی چند روز پیش تو فضای مجازی خیلی وایرال شد و دست به دست شد و بازدید میلیونی داشت و اون هم نوجوانی بود که به خاطر شرایط ویژه‌ای که داشت روی زمین فوتبال با دست داشت فوتبال بازی میکرد و هندش هم اعلام نمیشد. اینجا یه زمین فوتبال پشت خونه ما. این آقایی که میبینی از سمت دوتا پاش متاسفانه معلوله، گویا اسمش هم جواده. این آقا داره بازی میکنه اما با دست بازی میکنه و جالب این که همه همتیمیاش هم بازیش دادن ولی دوستاش و این همتیمی ها هیچ ترحمی هم ندارن. آقای هم آسیب میبینه برای زمین دراز میکشه هیچ ترحمی هم بهش نمیده، مثل یک فرد عادی باش برد. چرا خوبه که اینا هم بازیش میدن هم بهش ترحمی ندارن. این فکر کنم درس زندگی آقا جواد، فکر کنم درس زندگی. اون پسر الان روبروی من هست، محمد جواد عزیز و درجه یک. روشا مرسی. سلام عرض می‌کنم به مردم عزیز ایران. محمد جواد نصیر مقدم هستم. سلامت باشی محمد جواد. فکر کنم تنها بازیکن فوتبالی هستی تو دنیا که وقتی تو زمین فوتبال با دست بازی میکنی خطای هندت اعلام نمیشه. بله درست. چجوریه این؟ من چند سال پیش چون تو خونه اینا تنها بودی محدودیت بازی ما کمتر بود. مثلا تو خونه چون که همیشه نشسته بودم همونجوری هم رفتم سر زمین. گفتم آقا به جایی که من دستام هند بشه پا بخوره هند حساب بشه. برعکسش کردی. آها قانون برای تو برعکس شد. میشه. یعنی اگر به پاهات میخورد هند میشد. بله. و خیلی راحت بازی کرد و بقیه هم اعتراضی نداشتن. نه چون اینجا از بچگی با هم دیگه بزرگ شدیم اینا همه. اون موقعی که این ویدیو پخش شد اصلا خودت فکر میکردی این همه بازخورد داشته باشه، این همه مردم به دایرکت خوب بدن؟ یه ذره راجع به این صحبت کن که واکنش مردم تو کوچه خیابون چیه نسبت بهت. اصلا فکرش هم نمی‌کردم یه همچین چیزی اصلا در بیاد، چون خیلی ساله که بازی می‌کنیم بازی از همین جوری عشقی بازی می‌کنیم، یه ورزشی مثل حوازی میمونه یه تمرین کنیم. که این ویدیو هم اصلا وایرال شد خیلی خوشحال شدم. بعد فکر نمی‌کردم انقدر مردم از ایران به من لطف داشته باشن. چیا بهت میگن مردم؟ خیلی انرژی مثبت میدن تو دایرکتم، خیلی اومدن خیلی انرژی مثبت دادن به من. خیلی ممنونم، لطف دارن همش. چی شد که اصلا این دوستمون این ویدیو رو گرفت؟ داستانش رو میدونی برام تعریف کنی؟ بله این دوستمون میگفت یه روز حالشون خوب نبود. خودش حالش خوب نبود. بله. اومده بود لب پنجره بیرون داشت نگاه میکرد که من اتفاقی تو این چمن داشتم بازی میکردم، تو تایم عیدم بوده داشتیم بازی میکردیم. این دوستمون گفتش من برای خودش گفته یه فیلم بگیرم، این ناگهان گفت بذارم تو اینستا مثلا پستش کنم، که یه دفعه این وایرال شد و میلیونی بازدید خوردش بین همه. چقدر جالب. یه ذره راجع به شرایط ویژه‌ای که داری برام میگی. مریضیم جسمی حرکتی شدیده که از کمر به پایین کلا تقریبا حس خیلی کمی دارم. بله. و کنترل ندارم و مثلا پامینا زیاد نمیتونم تکون بدم از ناحیه مثلا مچ به پایینا، یه مشکل به کمر به پایین دارم کلا. یه دست و اینا سالمه. خونه هم که هستی من دیدم که رو زمین میرم. بله چهار دست با خونه را میرم بیرون با واکر را میرم کفش میشم چون اذیت نشم. کسایی که شبیه شمان اصلا تو خونه هم کامل، یعنی بله. کسایی که مشکل شما رو دارن افرادی شبیه شما کلن خونه هن. بله اکثرا ما شما رو نمیتونیم از بیرون بیاریم خونه، برعکسه. یه ذره راجع به این انرژی و حال خوبی که داری برام میگی. خیلی خجالت میکشیدم مخصوصا برم پیش مردم به خاطر شرایطی که داشتم. خیلی خجالت کشیدم ولی خب به لطف خدا همچه اتفاقی نیفتاد و مادرم اینقدر کمکم کرد و انگیزه زیادی داد که من نشد دیگه پام به ورزشم باز شد و کلا ادامه دادم. یکی هم که زخم بستر داشتم و عمل کردم، سال پیش 6 ماه بستری بودم، با کمک آقای عزیزی لطف کردن اینا حمایتم کردن و الان زخم بسترت بهتره؟ خدا رو شکر بله بهتره، ولی با خیلی مراقبت کنیم تا این ورزشی اونم میذاره باید خیلی مراقبت کنیم برای زخم بستر. گفتی وزنه برداری دوست داری و داری حرفه‌ای دنبال میکنی؟ بله. مقام هم داری توی کشور؟ سوم کشوری دارم و دوم استانی. چه
چه آرزویی داری که دوست داری امسال بهش برسی؟ نیاز به تشک مواد دارم چون خیلی هم گرونه. قیمتش یه چیز نورمالش 5 تومن حالا تا 10-20 تومن میره. یه تشک مواد باید داشته باشیم چون با اینا میشینیم رو همچی چیزی میشینیم که زخم وسط دوباره بد نشه. من در حال درمانه، هنوز کاملا خوب نشده که بخواد میشه امکان داره که دوباره باز بهمون اتفاق قبلی بری. مثلا تیر کمانم داشته باشم چه خیلی تیر کمانم دوست خیلی دوست دارم چون واقعا یکی از بهترین ورزشی رفته بودم دوست داشتن خیلی به من انگیزه داد تو همون تیر کمانم بود که واقعا چیز خیلی خوب بود. تیر کمانم به خاطر بحث مالی رهاش کردی؟ خیلی بله نمیتونستم دیگه، خیلی مالی شو اینا یه ذرم درست راش دور بود یکم، ولی خب الان رفته سمت آزادی، ولی باز هم بیشتر برای بحث مالیش بودش که نتونستم ادامه بدم. فکر میکنم که هادی چوپانم خیلی دوست داشته بله باشه. خیلی همه مسابقاتشون هم دنبال میکنم من هر موقع باشه. ایشون قهرمان آرنولد بله. کلاسیک مستر اولمپیا هستن، افتخاری بزرگ برای ایرانن که دوستان منم ایشالله بتونم همچی افتخاری برای ایران کشورم کسب کنم. خیلی دوستان ببینم، دوستان یه مربی مخصوص خودمونم داشته باشیم چون مخصوصا برای ما با این معلولیتی که داریم و یه ذره محدودیت داریم خیلی چیزا برامون ضرر داره. بتونم یه مربی خوب پیدا کنم برای بدنسازی، نکات خوب و اینا همه رو به ما بگم. اینقدر که هادی چوپان ورزشکار مردمی و درجه یکیه، اینقدر که همه مردم حس خوب داریم بهش، چه اونایی که دیدیمش چه اونایی که ندیدیمش، من مطمئنم که اتفاق خوب میفته و این دیدار شکل میگیره. عادی عزیز اگه لطف کنید ما شما رو ببینیم، خیلی انگیزه ای شما و سوره مایی، انگیزه ای دوباره میشه برای ما که من دوباره انگیزه بیشتری پیدا کنم برای ادامه ورزشم. بیرون داشتیم صحبت میکردیم گفتی استقلالی هم هستی. بله بله بله. دوست داری با همون شرایط با دست بله. در اون تیمی تو استقلال هم بازی بله. کنی؟ بله حتما. قطعاً چون من میدونم هم آقای نکونام هم همه بله اعضای تیم استقلال خیلی استقبال میکنن از اینجور افرادی که شرایط ویژه دارن و این قول رو ما به شما میدیم که ایشالله یه روز ببریمتون سر تمرین باشگاه استقلال بس. هم آقای نکونام هم بقیه یه فوتبال درون تیمی باحال داشته باشیم چون استقلالی هستی بس. با اعضای تیم استقلال. خیلی ممنون. یه موتور عجیب غریب هم داری که بابا میگه که اندازه 4 تا پراید فقط برای من خرج برداشت. بله بله. در اوتو موتورت برام میگی؟ موتور سه چرخ تقریبا یک سال پیش، یک سال و نیم پیش گرفتم که همین مسیر باشگاهی که نزدیک رو میرم بتونم یه پول استاپ خیلی میشد و راه سخت بود با موتور بتونم برم داخل برم به باشگاه برسم. برای وزنه برداریت هم که تا خاوران میرفت؟ بله با بی آر تی میرفت. باز اینجا او با بی آر تی چقدر سخت دیگه چون خیلی همیشه نمیشد واقعا اسنپ بگیریم و پدرم با اون شغل کارش نمیتود هر روز ما رو ببره. من 5 روز در هفته میرفتم اونجا تمرین میکردم، مجبور میشدم با بی آر تی. خب چجوری با بی آر تی میرفتی؟ ایسکا بی آر تی سوار میشدم میرفتم تا خاوران، پله رو به سختی میرفتیم بالا و میرفتیم باشگاه. یعنی تایمی که تو راه بودم بیشتر از تمرینم میشد. ولی الان با موتور میری؟ بله این باشگاه نزدیکمون فعلا بله، ولی برای وزنه برداری دوباره باید راه دور چون که باشگاه وزنه برداری میز پرس مخصوص داره، راهش دوره. خدافظ.